آزاده دباچی پژوهشگر مطالعات زنان و فعال حقوق بشر از ملبورن ما رو همراهی میکنن. خانم دباچی، شما آینده این تقابل جمهوری اسلامی و زنان رو چطور میبینید؟ از یه طرف داریم میبینیم که سرکوب داره هر روز شدیدتر میشه و از یه طرفی به نظر نمیرسه که زنان قصد داشته باشن که دست از مبارزه و ایستادگی در برابر این فشارها بردارند. درود به شما. بله درسته. ببینین اتفاقی که افتاد در واقع بعد از انقلاب ژینا مهسا، جمهوری اسلامی فکر میکرد که در واقع کار رو تموم کرده و با سرکوبی که کرده و با کشتاری که کرده، با شکنجه، با دستگیری، در واقع زنان از ادامه راهشون بازداشته شدن. اما مسئله که اتفاق افتاد این بود که در واقع زنان نه تنها منصرف نشدن، بلکه نوع مبارزهشون رو تبدیل کردن به نوعی که دوای یک نوع مبارزه هست با اسم مبارزه مدنی و بدون خشونت، که همون رو خودتونم بهشون اشاره کردین. در واقع خصوصیت این مبارزه مدنی این هستش که هیچ کاری، هیچ حرکت خشونت آمیزی رو علیه اینها نمیتونه صورت بگیره. ما به فضای مجازی نگاه میکنیم، میبینیم زنان از تمامی اقشار، حتی الان میبینیم مادر بزرگ ها، مادران، دختران، همه در کنار هم دارن به حجاب اجباری اعتراض میکنن، عکساشون رو منتشر میکنن. اما این فقط یک روشی نیست که اینها انتخاب کردن. اونها میرقصن، اونها در واقع به صورت خانوادگی در جاهای مکانهای عمومی حاضر میشن و همه اینها یک نوع مقاومت جدیدی رو شکل داده و هی هر روز به صورت یک مقاومت، میتونم اسمش رو بذارم جهشی، یعنی مقاومت مدنی که جهش پیدا میکنه و هی از نوعی به نوع دیگه ای تبدیل میشه. بنابراین جمهوری اسلامی هرگز نخواهد تونست که این نوع از مبارزه رو نگهش داره با سرکوب، چون اصولا اساسا ذات این مبارزه، مبارزه خشونت پرهیزی هستش که در واقع همچنان ادامه پیدا کرده. خانم دباچی، به نظر میرسه که یک نقطه عطفی هست این مبارزات زنان در جنبش زنان در ایران، با مبارزاتی که حالا الان رسیده به حالت فرد فرد یا همونطور که شما اشاره کردین به گروه های کوچک خانوادگی. آیا داشتیم مشابه چنین نقطه عطفی در جنبش زنان در کشورهای دیگه، در جاهای دیگه دنیا که اینطوری جنبش زنان رو انگار یک قدم ارتقا بده؟ داشتیم این مسئله رو. در واقع یکی از جنبش های مدنی که من میتونم بهشون اشاره کنم در زمان سیاه‌پوستان در آمریکا صورت گرفت که در اونها زنان در واقع همین مبارزات مدنی در واقع با نافرمانی های مدنی شروع کردن و ایستادن در برابر گرفتن حقشون. در جنبش های خاورمیانه هم این مسئله بوده، در کشورهای مثل مصر یا کشورهای شمال آفریقا، که بسیار از این کشورها در واقع زنان تبدیل شدن، هر کدوم از اینها تبدیل شدن به عاملان تغییر. یعنی این فقط مسئله خود اون جنبش فمینیستی نبوده، بلکه خود فرد به فرد زنان وارد عمل شدن و فرد به فرد زنان در گروه های کوچکتر و بزرگتر با داشتن و پیروی کردن از یک هدف، نهایتا یک پارچگی رو در خودشون در اون کشورها ایجاد کردن. در کشورهای خاورمیانه که بنیادگرایی دینی در واقع به شکل گسترده تری وجود داره در این کشورها و بوده و هنوز هم هست، تنها رایی که این زنان پیدا کردن این بوده که در واقع مبارزه مدنی رو در زندگی روزمرهشون تقویت کنن. و خب خیلی از قرن بیستم تا الان همینطور شکل‌های مختلفش پیدا شده و الان امتیازی که زنان ایرانی دارن و تغییر شگرفی که و یا نقطه عطفی که شما بهش اشاره کردید میتونم بگم این هست که استفاده از فضای مجازی، این قدرت رسانه به زنان این قدرت رو داده که در واقع خودشون این تغییر رو ایجاد کنن به صورت فردی و در نهایت به صورت گروه در کل جامعه ظاهر بشن. ممنون که ما رو همراهی کردین. آزاده دباچی پژوهشگر مطالعات زنان و فعال حقوق بشر از ملبورن.